با درود به ایرانیان و فارسی زبانان گرامی، من مولا هستم، دانشیار دانشگاه و از نظر رسمی هم تا مرز استادی و پروفسوری اومدم. پیشینه من چند رشته‌ایه و پژوهش‌ها نیز در رشته‌های جامعه شناسی و روانشناسی مددکاری هست و علاقه به خصوصی دارم به فلسفه و عصب شناسی یا مغز شناسی. دوستان عزیز، ما تصمیم گرفتیم که یک سری گفتار علمی و فلسفی داشته باشیم در رابطه با دو واژه بسیار مهمه: نیک اندیشی و خردگرایی. قبل از اینکه وارد بحث راجع به این دو واژه بشم، اول چند تا نکته رو خیلی کوتاه بگم. از تجربه‌ای که من از تدریس تو ایران داشتم، دانشجوها استقبال میکنن که من معادل انگلیسی واژه‌های فارسی رو که میگم هم بگم، که اونا با این واژه‌های انگلیسی آشنا بشن، که اگر بخوام خودشون برن به طور مستقل سرچ بکنن با این لغت انگلیسیش آشنا شده باشن. ببینید، چند تا نکته رو من اینجا خیلی کوتاه میگم، بعد میرم سراغ این دو تا واژه‌ها. ببینید، این دو واژه نیک اندیشی و خردگرایی امبرلا کانسپت هستند، یعنی واژه‌های چتری یا چتر واژه، یعنی واژه‌های بسیار گسترده‌ای هستند که در زیر خودشون واژه‌های دیگر رو دارن و ما برای که اینا رو بخوایم درک بکنیم باید اول اون واژه‌ها رو یاد بگیم. این یه نکته است. نکته دیگه اینه که اندیشیدن نیک و خردگرایی از هم نمیشه جدا کرد. چرا؟ برای که کسی خردگرا میتونه باشه که نیک و بد از هم تشخیص بده. بنابراین نیک اندیشی و خردگرایی شدیداً در همدیگه ادغام شده و همدیگه تنیده شده. برای که ما یکیش رو درک کنیم باید اون یکی رو درک بکنیم. نکته دوم اینه که این دو واژه رو من از این اولین به اصطلاح گفتار امروز که شروع میکنم اون واژه های زیرینش رو، زیر این چتر اینها رو یکی یکی باز میکنیم، میریم جلو. امروز من میخوام راجع به اصطلاح دگرخواهی صحبت کنم و اینکه چرا کسی که نیک اندیش و خردگرا هست حتما لزوما باید دگرخواه باشه و مسئله سومی که میخوام بگم اینه که ببینید، موقع که میگیم نیک اندیش، ما دوست داریم این واژه رو به جای واژه روشنفکر به کار ببرید، چون به نظر ما روشنفکری ترجمه واژه اینتلکچوال هست. حالا توی تاریخی هم در عرض 40-50 سال گذشته و یا شاید بیشتر این واژه رو در زمانهای مختلف در مورد گروه‌های مختلف به کار بردن، مثلا روشنفکر ملی مذهبی، روشنفکر مذهبی، روشنفکر اتئیست، روشنفکر چپ راست، و یه مقدار این مرزها گیجی به وجود آورده. به اضافه این که من معتقدم که دیگه روشنفکری به تنهایی پاسخگوی مشکلات جامعه ما و جامعه بسیار مشکلات دنیا نیست. روشنفکر یعنی open minded. خب این خوبه، یه مقدار یعنی این که نشون میده که ما با جزمگرایی و دوگم بودن مخالف هستیم، ولی کافی نیست. این بنابراین ما واژه نیک اندیشی رو دوست داریم، حالا اگر نگم به جای روشنفکری، در کنار اون ازش استفاده کنیم. خب حالا ببینید، گفتم که این دو واژه خردگرایی و نیک اندیشی واژه های چتری هستن، یعنی زیر خودشون واژه های دیگری رو دارن و ما در گفتارهای گوناگون یکی یکی این واژه‌ها رو باز می‌کنیم. قرار شد که امروز راجع به واژه دگرخواهی صحبت کنیم.
زمانی که میگیم دگرخواهی، ما فوری یادمون به واژه خودخواهی میاد، یعنی یه دگرخواه و یکی خودخواه. ولی ببینید دوستان، مطلق گرایی نباید کرد. ما انسان ها هر کدوممون بخشی از هر دو رو در خودمون داریم، یعنی هیچ انسانی نیست که کاملا یا دگرخواه باشه یا فقط خودخواه. خودخواه ترین فرد دنیا رو که نگاه کنید، بالاخره پدری، مادری، بچه‌ای، دوستی داره که بهش کمک میکنه، یعنی حداقل دگرخواهی درش وجود داره. حالا من برای اینکه این دو واژه دگرخواهی رو باز کنم، دو تا مثال میزنم. ما یه دوست، خانواده دوست ماست، باشون رفت آمد داریم، اینا میخواستن برن مسافرت و به ما گفتن یه سگ کوچولو دارن و از ما خواستن که این سگ رو دو هفته نگه بداریم چون نمیتونستن ببرنش با خودشون مسافرت، و ما این رو پذیرفتیم. کاری که من باید میکردم این بود که یه بار صبح، یه بار عصر، مثلا 20 دقیقه نیم ساعت این سگ رو از خونه ببرم بیرون، دوربر خونه‌مون یه چرخی بدیم و برگردیم. بعد تو عمل من دیدم دوچار یه مشکل شدم و اون این بود که من دو هفته، اتفاقا هفته باید من یه مقاله رو مینوشتم تموم میکردم و استرس داشتم. من گفتم خیلی خب 20 دقیقه صبح اینو میبرم بیرون، 20 دقیقه عصر، 40 دقیقه میزنم از وقت خودم. ولی تو عمل دیدم بعد از 20 دقیقه این سگه نمیخواد بیاد خونه، ارضا نشده و دوست داره 30-40 دقیقه صبح و 30-40 دقیقه عصر بیرون باشه. و همون روز اول بعد از 20 دقیقه من میخواستم اینو بیارم تو خونه، این محکم نشسته بود در کوچه نمیمد. بعد اومدیم خونه و این مشکل من با همسرم در میون گذاشتیم. خب همسرم به من گفت خب به جای 20 دقیقه حالا نیم ساعت اینو بذار تو کوچه باشه. خب من یه روی شوکه شدم به خودم، اومدم گفتم منو باش، من چقدر آدم خودخواهی هستم، از وقت خودم حاضر نیستم بذارم برای این سگه. و از فردا تمرین کردم و به جای 20 دقیقه صبح 20 دقیقه عصر، 30-40 دقیقه صبح و 30-40 دقیقه عصر. و چقدر از این موضوع چیز یاد گرفتم، دیدم سگه ارضا میشد، با راحتی برمیگشت خونه، اون راضی بود و منم از راضی بودن اون منم خوشحال می شدم. یه مثال دیگه بزنم. من حدود یه هفته پیش یه ویدیو دیدم توی این شبکه‌های اجتماعی. اگر دوستان این ویدیو رو ندیدن حتما اینو ببینن. من واقعا اینقدر تحت تاثیر قرار گرفتم و اشک شادی در من بود که نهایت نداشت. داستان خیلی خلاصه اینطوری بود که یک کودک 6 ساله، یک دختر کرد ایرانی، روز تولدش بود، تولد 6 سالگیش، و پدر و مادرش به این دختر 6 ساله میگن تو چی دوست داری ما برات بخریم به عنوان هدیه روز تولده؟ میگه نه من هدیه نمیخوام، پولشو به من بدی. و پولشو میگیره، میره 6 تا کپک میخره، توی قفس میاد بالای سر یه تپه و این 6 تا کپک رو آزاد میکنه. من شب تا صبح خوابم نمیبرد و به این فکر میکردم که منی که 40 سال، من از 19 سالگی جامعه شناسی و روانشناسی میخوندم، از این کودک 6 ساله من چقدر چیز تونستم یاد بگیرم. بذارین یه مثال بزنم. روز تولد چقدر برای آدم ها مهمه و چقدر هدیه‌ای که میگیرن براشون مهمه. من خودم موقعی که 50 سالم شد، یکی از اقواممون یه خودنویس و خودکار پارکر به من داد. من هنوز بعد از 10 سال که از این گذشته، هر وقت اینو میبینم شاد میشم، احساس مالکیت میکنم نسبت به این خودنویسه و خودکاره. این دختر 6 ساله کرد ایرانی با این پولی که مال خودش بود و پدر مادرش میتونستن هدیه بخرن، که این هدیه رو داشته باشه، مرتب به این نگاه کنه و احساس مالکیت بکنه به اون، روز تولدشو بیاره به یاد بیاره، اومد و کپک خرید و این کپک رو آزاد کرد.
از نظر مالکیتی هیچی نداشت، چون کپکپ‌ها آزاد شدن رفتن. ولی چیکار کرد؟ عشق خودش رو در آزادی این کپکپ‌ها دید. ببینید دوستان، پدیده مالکیت رو من سالیان سال مطالعه کردم. تمام انسان‌ها نیاز دارن که مالک یه چیزی باشن، حالا هر چیزی میخواد باشه. ولی من اون شب تا صبح فکر کردم، روز بعد به این نتیجه رسیدم که این کودک 6 ساله احتیاج نداشت که مالکیت داشته باشه. مثلا یه عروسکی بخرن، یه اسباب بازی بخرن که اینو داشته باشه. این اومد عشق خودش رو به اینها نشون داد و این کپکار آزاد کرد. به این نتیجه رسیدم دوستان، تنها چیزی که آدم میتونه ببخشه و این نه تنها تموم نمیشه بلکه بیشتر میشه، عشق هست. مهربانی کردن، محبت. ببینید در واقع عشق کردن یه نوع تمرینه. هرچی آدم بیشتر ازش بده، بیشتر عادت میکنه، بیشتر نیاز خودش میشه که بقیه عشق بورزه. بنابراین این نکته بسیار جالبی بود که من از این دختر 6 ساله، کودک 6 ساله یاد گرفتم. حالا ببینید یه نکته مهم که دوست دارم با شما در میون بذارم امروز اینه. ببینید دو تا واژه بینگ و بیکامینگ، یعنی به فارسی میشه بینگ بودن و بیکامینگ شدن، تو فلسفه خیلی راجع به این دو تا بحث هست. آیا انسان‌ها موجودات هستن، یه چیزهایی هستن، یا اینکه همواره در حال شدن و تغییر و دگرگونی هستن؟ ببینید من دوستان عزیز از شما میخوام بیاین از برچسب زدن این که انسان‌ها دگرخواه هستن یا خودخواه اجتناب کنیم، دوری کنیم از این مسئله، بلکه انسان‌ها رو به یک شکل دیگری تقسیم کنیم. آنهایی که آگاهانه تمرین دگرخواهی میکنن و اونهایی که هنوز به اهمیت تمرین کردن دگرخواهی نرسیدن و یه موضوعی رو انتخاب کنی، دگرخواهی رو تمرین کنی و از بقیه دعوت کنیم شما هم به ما بپیوندید. بذارین دو تا مثال ساده بزنم. از خودم شروع میکنم. ما تو حیاتمون یه 10-15 تا گنجشک بودن و ما میمدیم غذاهایی که اضافی بود، زیاد بود، میدادیم به این گنجشکا. بعد از یه مدت تعداد این گنجشکا زیاد شد، شد 25 تا 30 تا و دیگه کافی نبود که تحمل به غذامون رو بدیم. من دیدم مثلا از توی بشقاب پلو خودم، فرض کنید حالا 20 قاشق پلو توی بشقاب من جا بگیره، من یه قاشق دادم به این پرنده ها، سهم غذای خودم بود. بعد دیدم نه این کافی نیست، کردمش 2 قاشق، کردمش 3 قاشق، طوری که الان امروزه به راحتی در اثر تمرین حاضرم نصف غذای خودم بدم به این گنجشکا. درسته که روز اول حتی یه قاشقم از سهم غذای خودم سختم بود بدم، امروزه به راحتی این کارو میکنم. یه مثال دیگه میزنم. من در رابطه با یونیسف کار کردم، از نظر بین‌المللی دعوت کردن منو، ایران رفتم، تو کشورهای دیگه رفتم. من شروع کردم از طریق یونیسف، سازمان بین‌المللی حقوق کودک، از حقوق کودک، ماهی 100 واحد از پول این کشور خودم رو دادم به بچه‌ها، بچه‌های نیازمند در حال آفریقا یا هر جای دیگه هست. بعد از 5-6 ماه 100 واحد کردم 200 واحد، بعد از یه سال کردمش 300 واحد و الان امروزه 500 واحد از پول حقوق خودم رو از طریق یونیسف کمک میکنم به بچه های نیاز دارم. ببینید دوستان من چرا این دوتا مثال رو زدم؟ به خاطر که بگم انسان ها اینطوری نیست که یه عده دگر خواهند برچسب بزنیم یه عده خودها. ما باید انسان‌ها رو همیشه از همون واژه انگلیسی becoming، در حال شدن هستن،
در حال تغییر و دگرگونی هستند. میشه از همه دعوت کرد که دیگر خواه بشن. میشه از همه دعوت کرد که یک موضوعی رو انتخاب بکنی و از امروز، از همین اکنون تمرین دیگر خواهی بکنی. میتونید از مال و ثروت خودتون بدید، از غذاتون، از لباستون، از پولی که دارین بدید. میتونید کمک اندیشه‌ای، فکری و دانشی بکنید. میتونید به یک بی سواد فارسی یاد بدید، الفبا یاد بدید و میتونید از عشق و محبت خودتون بدید. ولی حتما یه موضوع رو انتخاب بکنی و تمرین بکنی تا به اون نقطه به اصطلاح بالاتر و بالاتر و بالاتر برسی. ببینید، من سعی میکنم از این به بعد هم در هر کدوم از همین گفتارها یک نفر از اندیشمندان و پژوهشگرا رو به شما دوستان معرفی کنم. امروز میخوام در رابطه با این که گفتم چرا تمرین کردن مهم هست، از ویلیام جیمز صحبت بکنم برای شما دوستان. ببینید، ویلیام جیمز سال 1842 در آمریکا به دنیا اومد و 1910 هم از این دنیا رفت. ویلیام جیمز رشته تحصیلات خودش رو در رشته پزشکی شروع کرد. بلا فاصله دانشگاه هاروارد، بهترین دانشگاه دنیا، ازش دعوت کرد که عصب شناسی و مغز شناسی رو، فیزیولوژی برین رو درس بده. بعد از مدتی اولین، یکی از دو آزمایشگاه روانشناسی تو دنیا رو توی دانشگاه هاروارد درست کرد و بالاخره اواخر عمرش هم فیلسوف شد. ویلیام جیمز یک جمله بسیار جالبی داره در رابطه با همین که چرا ما اگر بخوایم یک کاری رو یاد بگیریم و این کار رو تمرین بکنیم و تکرار بکنیم، بعد از یک مدتی در مغز ما نهادینه میشه، رسوخ پیدا میکنه. تو ایران به قول عصب شناسا تو ایران میگن تو مغز رسوخ میکنه، نهادینه میشه. و به قول جان دوی، هفته دیگه من راجع به جان دوی، مشهورترین و محبوبترین فیلسوف آمریکا، صحبت میکنم. به قول جان دوی، این عادت تبدیل میشه به a habit of mind، یعنی به عادت ذهن تبدیل میشه. حالا ویلیام جیمز میگه که اگر ما به بچه های خودمون، به کودکان خودمون عادات خوب رو یاد بدیم و اینها این عادت رو تکرار بکنن، تمرین بکنن، مغزشون میشه دوستشون. اگر یه چیز بد یاد بگیرن و تکرار بکنن، تمرین بکنن، مغزش میشه دشمنش. به طور خلاصه یعنی چی؟ یعنی این که انسان‌ها همه، چه از کودک، چه از میانسال، چه از خردسال، استعداد این رو دارن که یک چیز خوب رو یاد بگیرن و این رو باید تمرین بکنن تا به habit of mind، یعنی یک عادت ذهنی تبدیل بشه. حالا گفتیم که دوستان، بنابراین انسان‌ها رو به خوب و بد، کسانی که نیک‌اندیشن و کسانی که بداندیشن، کسانی که خردمندن و کسانی که خردمند نیستن، تبدیل نکنید. انسان‌ها رو در انسان‌ها دگرگونی، تکامل و پیشرفت رو ببینید و بگیم که شما میتونین دگرخواه باشید و برای که تبدیل به یک انسان دگرخواه بشید باید یک موضوع رو انتخاب بکنید و شروع کنید کمک کردن. گفتیم میتونه کمک مالی باشه، مادی باشه، پولی باشه، میتونه کمک اندیشه یا فکری باشه و میتونه کمک عشق باشه. آدم عشق بورزه و عشق بده به یکی دیگه. خب بنابراین اگر این کار رو بکنیم، بعد از مدتی، همونطور که دو تا مثال سالم دادم از خودم، تبدیل به عادت میشه و اون کار، نه تنها اون کار رو انجام میدیم بلکه از انجام دادنش لذت میبریم، از نظر روانشناسی ارضا میشیم. خیلی خوب، من خلاصه میکنم حرفای امروزم رو. چند تا نکته رو ما سعی کردم در این فرصت کوتاه با عزیزان در میون بذارم.
یکی این که به جای واژه روشنفکری و یا در کنار واژه روشنفکری از واژه نیک‌اندیشی هم استفاده کنیم. دوم این که گفتیم که واژه نیک‌اندیشی و واژه خردگرایی شدیداً در همدیگه آمیخته است و نمیشه اینها رو از هم جدا کرد. سوم گفتیم که برای اینکه به این نتیجه برسیم که خردگرایی و نیک‌اندیشی چیه، باید از یه سری واژه‌های دیگه، مثلا همین مثلا واژه‌ای که امروز ازش صحبت کردیم، دگرخواهی شروع بکنیم. نکته دیگری رو که سعی کردم من به طور خلاصه بهش اشاره کردم این بود که انسان‌ها رو به اون چیزایی که هستند تقسیم نکنیم، بلکه انسان‌ها رو همه یک به عنوان رشد و ظرفیتشون بهشون فکر کنیم، نگاه کنیم، و اینکه میتونن نیک اندیشی رو، دگر خواهی رو یاد بگیرن و تمرین بکنن. و گفتیم که از خودمون شروع کنیم، خودمون یک چیز رو انتخاب کنیم، در رابطه باش تمرین بکنیم و از دیگران هم بخوایم که به ما بپیوندن. در این از خودم مثال زدم، غذا دادن به حیوانات رو گفتم و کمک مالی کردن از طریق یونیسف به کودکان نیازمند در آفریقا و سایر جهان. خیلی خوب، حالا ببینید یه نکته جالبی که اگر شما بخواید به این موضوع فکر کنید که من چی رو انتخاب کنم، من دوست دارم که تمرین دگرخواهی بکنم، چه موضوعی رو انتخاب بکنم، باید بیاندیشید. اگر نیاندیشین چجوری میتونیم بفهمیم که میخواید چی رو انتخاب کنید؟ باید فکر بکنید. و بعد برای که فکر بکنید که بفهمید چی رو انتخاب بکنید، بین گزینه‌های مختلف انتخاب بکنید، باید از خرد استفاده کنید. بنابراین به همین جا میرسید که برای که انسان خردگرا باشه و برای که انسان نیک‌اندیش باشه، دگرخواهی حتما درش بخشی ازش هست. نمیشه این سه تا رو از هم دیگه جدا کرد. حالا از دوستانی که این گفتار امروز من رو سازنده و مفید دیدن، خواهش میکنم که اون رو با سایرین شیر کنن و از طریق شبکه‌های اجتماعی اون رو پخش کنن. گفتار بعدی ما اختصاص داره به این که چه موقع میاندیشیم؟ اصلا اندیشیدن یعنی چی؟ معنی مفهوم واژه اندیشیدن، فکر کردن یعنی چی؟ ما موقع که میاندیشیم یعنی داریم چی کار میکنیم؟ از چه قسمت مغزمون استفاده میکنیم؟ و چگونه میتونیم بیاندیشیم؟ من سعی میکنم در گفتار هفته دیگه یا حالا چند روز دیگه وارد این مبحث اندیشه بشم. بدرود تا گفتار شماره 2.